واسه فتح خرمشهر و حالا به رسم هر شب خدمت حاج حامد آقای کاشانی عزیز و نازنین. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟ سلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام و التماس دعا محضر شما و عزیزان حاضر اینجا و بینندگان محترم هستیم. سلامت باشید، خیلی خوشحالیم در شب خدمتتون هستیم، خدمت دوستان عزیزمون. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من باز هم تکرار میکنم، چون ما مخاطبینمون همینجوری ساعت به ساعت و لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه به ما اضافه میشن یا کم میشن دوباره برمیگردن، من عرض بکنم خدمتشون که ما تا این لحظه 1,970,000,000 تومان مشارکت شما الحمدلله باعث شد که همه ما دلگرم بشیم، خوشحال بشیم و همینطور آسیب دیده های سیل اخیر. این شماره که پشت سر من میبینید و مکررم دوستانمون زیر نویس میکنن، شماره ایست که شما میتونید مشارکتتون رو در واقع به این شماره ها واریز بکنید. هم شماره کارت کمیته امداد هست و هم کد USSD که میتونید فقط شماره گیری بکنید و میزان مشارکتتون رو در واقع بفرمایید. ستاره 877 ستاره 44 مربع و شماره کارتی که میبینید. من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزم در کمیته امداد از تمام که این بار رو برداشتند و تحمل میکنند برای رسوندن هدایای مردم عزیز و نازنینمون با آسیب دیده های سیل اخیر، که فکر میکنم اتفاق خوب باشه. اگر موافق باشید آقای کاشانی، قبل از شروع بحثمون ما بریم یک بخش هایی از توضیح این افطاری رو که شاید کمتر از یک دقیقه باشه ببینیم، انشاءالله برمیگردیم بحثمون رو با موضوع امیر مؤمنان علی علیه السلام آغاز میکنیم. خواهش میکنم. خوشبال همه اونهایی که با این کمکشون، با این هدایاشون رنگ و بوی خدا گرفتن، با انفاقشون، با بخشششون. من حامل پیام تشکر هموطنان خوبمون در استانهای سیل زدم هستم به همه دوستان عزیزی که هر چند ناچیز ولی در این طرح بسیار بسیار مقدس و نورانی شرکت کردن. انشاءالله خدا به همتون اجر بده و ثواب بده و انشاءالله کارمون رو گره بزنیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام که ثوابش چند برابر خواهد شد. بدون مقدمه صحبت‌های کاشان رو خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اینکه توفیق داشتیم اندکی از فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه و بیان کردیم، انشاءالله شب‌های پیش رو میخوایم یه تحلیل منسجمی از حکومت حضرت ارائه کنیم و شاخصه هاش و خدمات حضرت، تفاوت حضرت با دیگران و اینکه الگوی همه حکومت ها و حکومت ما باید باشه. منتها یه مقدمه لازمه که در چه شرایطی حضرت حکومت رو تحویل گرفت، لذا سعی میکنیم که انشالله امشب یا حد اکثر تا فردا شب این مقدمه رو عرض کنیم که امیرالمومنین در دوره پیش از حکومت تو چه شرایطی بودن و بعد چگونه سال. بله. که چگونه حکومت به حضرت منتقل شد. بله. و تو چه شرایطی و با چه دغدغه های حضرت، شعارهای انتخاباتیشون چی بود، چگونه ورود کردن، اولویت هاشون چی بود. اگه این زمینه قبل بیان نشه گنگ میشه بس. خیلی خوب. بله بفرمایید. بعد از پیغمبر اکرم طبیعتاً یه اختلافی بین مسلمین افتاد که یه عده که امیرالمومنین سلام الله علیه در رأسشون بود خلافت رو حق منصوص و به دستور رسول خدا برای خودشون میدونستن، حق الهی. بعضی هم اینو نمیدونستن. طبیعتاً یه اختلافی پیدا شد و در اون دو سال اول
خیلی تلخ گذشت تا به حکومت خلیفه دوم رسید. منم اسب تاریخو چارنل دارم در واقع میرم، وگرنه شاید بگم صدها ساعت بحث مهم اینجا وجود داره. رسید دوره حکومت خلیفه دوم، شیوه ایشون خیلی شیوه عرض کنم خدمت شما سرزرب عمل کردن و یکم دوز سختگیری و فضای امنیتی بالا بود. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه تحلیلشون اینه که چون یه خورده فضا یکم خشن شده بود و امنیتی شده بود و شبها مثلا کوچه ها بازرسی می شد و اینا، یه خورده مردم به تلون به قول امیرالمومنین افتاده بودن که بالاخره خود ظاهرسازی باید بیشتر می کردن. در این دوره که یکم سخت به بعضی از مردم گذشت، بعضی خیلی طرفدار بودن، بعضی کم کم احساس کردن که عجب کاش امیرالمومنین میومد به حکومت میرسید. چند نفر اینجا خیلی تلاش جدی کردن، در رأسشون عمار و زبیر و در رأس این دوتا زبیر. زبیر هر جا فرصت گیر می آورد میگفتش که دیگه بعد از خلیفه دوم نوبت علی بن ابی طالبه، و این برای حکومت یه خورده حساس بود، سنگین بود، به گونه ای که مثلا تو فضاهای غیر اصحاب وقتی این بحثا مطرح میشد که تازه مسلمان بودن و این حرفا رو نشنیده بودن، حکومت نگران شد که نکنه واقعا بعد مثلا خلاف اون مسیری که ما میخوایم اتفاقاتی بیفته. اینها مثل زبیر و اینها میگفتن که اصلا بعد از پیغمبر یه فلته ای رخ داده، یه کار شتاب زده، یه مثلا بی حساب کتابی رخ داده برای مثلا فعلا مصلحتا برای اینکه مثلا مشکل بحران بعد از پیغمبر حل بشه صلوات الله علیه و آله بیاد چیکار کنیم، لذا خیلی رو حساب کتاب نبوده. در صحیح بخاری است که خلیفه هم یه سخنرانی کرد که من خیلی دارم تلخیص میکنم، ایشون گفتش که بله همینطوره فلته بوده، ولی ما گرفتار بودیم، مجبور بودیم، از دشمنا میترسیدیم، ولی احساس خطر کرده بودن و اگر خلیفه دوم ترور نشده بود دیگه شرایط شورای 6 نفر و اینام نبود، یعنی یه بخشی از جامعه که جدا طرفدار امیرالمومنین بودن مصر بودن حکومت رو به حضرت برگردون، یعنی شرایط از این منظر مهیا بود. ولی وقتی خلیفه دوم ترور شد یه حالت عرض کنم خدمت شما احساسی جامعه رو فرا گرفت و ایشون یه شورای 6 نفره تشکیل داد و 6 نفر که در رأسشون امیرالمومنین و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف بودن اینا جمع شد. خیلی امیرالمومنین بهش برخورد که من رو بین این 6 نفر قرار داد و اصلا اینها شدن قرین من. این تکبر حضرت نیست ها، این که خلاصه خاک و با آسمان و میگن خاک و با افلاک مقایسه کنید، خلاصه عرش و با زمین مقایسه کنید، نه اصلا واقعا همجنس بله، نیستن. بله. و خب حضرت در دوره خلیفه دوم اون شمشیر برنده دشمن شکنش به غلاف برگشته بود متاسفانه و خیلی بروز نداشت جز چند مورد مشاوره. اینجا در این شورا شرکت کرد و شورا هم طوری طراحی شده بود که اون دغدغه‌ای که اینا داشتن به وجود نیاد و طبیعتا خلیفه سوم به حکومت رسید. امیرالمومنین هم خیلی گله کرد و ثبت در تاریخ که نپذیرفته این رو. در دوره خلفای اول و دوم شرایط برای نقد خیلی برای امیرالمومنین فراهم نبود، یا به خاطر حفظ اسلام و دغدغه مثلا اختلاف نشه دشمن بیرونی داشتیم، از چند جهت اسلام در خطر دشمن بیرونی بود، یه خورده ثبات کشور بعد از پیغمبر مورد تهدید بود، امیرالمومنین ساکت بود تقریبا. بله. در دوره خلیفه سوم توی 6 سال اول کم و بیش امیرالمومنین نقدهایی داشتن ولی خیلی ها با خلیفه سوم همراهی کردن. اما چون شیوه خلیفه سوم یه جوری بود که با خلفای قبلی هم متفاوت بود. تو خلیفه اول چقدر حکومت کرد؟ 2 سال و چند ماه. خلیفه دوم حدود 10 سال. 10 سال. تو خلیفه سوم 13 سال. 13. توی 6 سال اول خلیفه سوم یه پالایشی کرد. تمام کسانی که مسئولین حکومت‌ها بودن رو به مرور عوض کرد و تقریبا از بنی امیه فقط انتخاب کرد. توی 6 سال اول منطقه افراد برجسته رو اونقدر بخشش می کردن که اینها خیلی صداشون در نیاد. رقمهای حیرت انگیز داریم ما، مثلا در صحیح بخاری برای زبیر 57 میلیون سکه درهم که اصلا خیلی پول کلانه از نجومی می گرفتن دیگه. البته من نگرانم بگم که می ترسم نجومی بگیران امروز ما مثلا بگن ای بابا این که ما می گیریم مثلا چندر غاز بیشتر نیست.
بخشش‌های حیرت انگیز صورت گرفت و بعد اسم اینم دین می‌گذاشتن. مثلا من یه نمونه بخوام به شما بگم، عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت، اینقدر طلا و اینا باقی مونده بود، دیدن حوصله‌شون سر رفت، بخوان اینا رو تقسیم کنن، با تبر اومدن طلا رو تقسیم. حالا ببینید شما طلای فلز گرانبهاست، ترازوش خاصه، مثلا باسکول نمیذارن مثل تریلی که با طلا. یک چهار تا همسر داشت، یکی از خانوماش حوصله‌اش سر رفت، بابا من بفروشم سهممو. گفتن شما یک هشتم خانوم‌هاش ارث می‌برن، چهار تا همسر داره، ظرفیت‌هاش تکمیل خلاصه. یک 32 به شما میرسه. گفت باش هم 1/32. یه نفر 86,000 مثقال طلا خرید، 1/32 اموالش. یعنی حساب کتاب کنید، میگم چه خبر بوده، روسفید میشن نجومی بگیران ما خلاصه. کهکشانی هم نقلشان. خلاصه توی 6 سال اول بنی امیه سرکار اومدن، امرواس مثلا فرض بفرمایید مصر، معاویه شام و همینطور جاهای دیگه. بعد از 6 سال و بقیه رو هم که بنی امیه نیستن، خلاصه ارزردب مالی میکنن، هدایا میدن. خیلی جامعه هنوز برخورد نکرده با او. 6 سال که گذشت، پسرخاله ها و پسردائی ها و اینا زیاد شدن. مثلا پسردائی خلیفه شد 16-17 سالش، دیدن بالاخره خب یه استان دوست داره. آره. پسر عمو مثلا یه استان دوست داره، بصره رو دادن به یه پسردائی، کوفه رو دادن به یه پسر عمو. بنی امیه رو هم عزل میکرد، چون مثلا امرواس فامیل درجه یک نبود، ولی عبدالله ابن ابی سر برادر رضایی شیری او بود، او رفت مصر به جای امرواس. معاویه هم ترسید که انقریب یه دونه این پسرخاله‌ها خلاصه سنش 15-16 سالش که بشه شام هم میدن به اون. رضا بین بنی امیه هم یه خلاصه پچپچی بود که چه کنیم. همزمان اتفاقاتی که میافتاد این بود که جناب خلیفه به افکار عمومی خیلی توجهی نداشت. اینا خیلی سال اولی؟ یعنی اومدم تو 6 سال دوم. چون میخوام اینجا رو دیگه تا آخر امشب توقف کنم، یعنی خواستم خیلی با سرعت بیام به اینجا که بگم چه جوری حکومت جا به جا شد به حضرت رسید. چه شرایطی به حضرت رسید؟ در این 7 سال بعد، یعنی نیمه دوم حکومت خلیفه، چند تا اتفاق افتاد که زمینه فروپاشی حکومتش فراهم شد و مردم سراغ امیرالمومنین رفت. در اون 13 سال امیرالمومنین صلوات الله علیه مشغول چاهکنی و باغداری و اینهاست و حکومت همچون امیرالمومنین به بعضی از بدعت‌ها و خطاها اعتراض می‌کرد، امیرالمومنین از شهر مدینه اخراج کرده بود. بسیاری از اوقات امیرالمومنین حق حضور در شهر هم نداشت. مثلا در ینبو یا جاهای دیگه که باغ‌های بیرون مدینه بود، حضرت درست کرده اونجا زندگی می‌کرد. یعنی گفتن شما تو شهر بیای فتنه میشه، چون حضرت اعتراض می‌کرد به بعضی خطاها که حالا عرض می‌کنه. نه یا. و حکومت هم خیلی به مسائل افکار عمومی توجهی نمی کرد. یعنی اگر یه نفر می آید آقا فلان جا دزدی شده، مثلا فرض کنید یه حکومتی حتی وقعی هم نگذاره به اینی که دزدی شده، یه ظاهری رو حفظ میکنه. اون ظاهر هم حفظ نمی شد. وقتی می گفتن آقا دزدی شده، خلیفه می گفتش که چرا از امور ناچیز جلو من صحبت میکنی؟ حالا مثلا نگی. خورده دیگه. چیکارش کنم مثلا؟ چرا؟ یا مثلا فرض بفرمایید که میگفتن بابا قبلی‌ها، خلفای قبلی، اینها اینقدر به فک و فامیلاشون پول نمیدادن، ایشون میگفت خب اونا با ندادن پول به فامیلاشون به خدا تقرب می‌جستن، من صله رحم میکنم. اسمش گذاشتن صله رحم. بالاخره همیشه اسم خوبی باید براش گذاشت. آره. صله رحمه. و گاهی بعضی بزرگان اگه اعتراض می‌کردن، مثلا آدم‌های خلاصه ریش سفید آبرودار مثل عبدالله ابن مسعود، که خب مثلا مثل امروز اگر ما بخوایم معادل براش پیدا کنیم، باید بگیم یه مرجع تقلید مثلا، صاحب قرائت، فقیه، از قدمای اصحاب رسول خدا، ایشون اومد اعتراض کرد به بعضی از این لیخت و پاش ها. رأسا خود خلیفه لگد به سینه او زد و قفسه سینه شکست. و یعنی ابایی هم نداشتن که مثلا بگن کوچه بغل خلاصه به خدمت طرف برسن. مثلا همون جور فرض بفرمایید که من شوخی میکنم میگم مثلا خودجوش شطوری اشتباهی رد بشه مثلا تصادفی. نه اینطوری نبود، همون جلو مردم خلاصه به خدمتش میرسیدن و افکار عمومی هم میدید که خب اگر بیاد اعتراض کنه کتکه رو خورده و این زمینه نارضایتی رو از پایین فراهم کرد، یعنی زمینه نارضایتی گسترده. این 6 سال اول که تموم شد، اون گروه هایی که از بنی امیه نبودن ولی دریافت های به قول شما کهکشانی داشتن، که اینا ثبت در تاریخ 300,000 مثقال طلا، طلحه 200,000 زبیر،
یکی از همسران پیغمبر که تو 6 سال اول اینا خیلی اعتراض نمی کردن، حقوقای اینا هم کم شد، نه در سطح مردم. مثلا نوع پول دادن در دوره خلفا قبل امیرالمومنین اینجوری بود که کلن غیر عرب ها که حساب نمی اومدن هیچ پرداخت، به عرب ها پرداخت می شد ولی رده بندی بود. مثلا ابو سفیان با اینکه تازه مسلمان بود و خدمت نکرده بود و جز دشمنان اسلام بود، پول کلان می گرفت. مثلا فرض بفرمایید اون یکی عرب نبود، ایرانی بود، مثلا هیچی. این چند نفری که در واقع شاخص بودن، پرنفوذ بودن، حکومت اینها رو سعی میکرد با خودش داشته باشه، حقوق اینا رو کم کرد. حقوق اینا رو که کم کرد، اینا هم کم کم ناراضی شدن. دیگه نسبت به انحرافات اینا هم حساس شدن. آها. یعنی کم شدن باعث شد که اینا هم حواسشون جمع شد. یعنی دیگه منفعتی نمیدیدن. منفعت میدیدن، ده ها برابر، صد ها برابر مردم عادی، ولی نه میلیون ها برابر. نه میلیون میلیارد ها برابر. بله. من یه نمونه به شما بخوام بگم، مسعودی مورخه میگه الان سال 329، من رفتم خونه زبیر رو در بصره دیدم. خود مسعودی میگه ببین آقا، مثلا شما بزرگترین خونه که تو تهران دیدی چند تا پارکینگ داره؟ حالا این معادل سازی کنیم، اون زمان بگیم استبلش چند تا جا برای اسب و شتر میگرفت. میگه چند کاروان، خب چند کاروان توش، هر کاروان صدها دام و شتر و اسب و اینا، یعنی یه کاروان سرا پارکینگ داشته. میگه چند کاروان اونجا میان بارانداز میکنن، بار میگذارن، خرید فروش میکنن بین مسیر. یعنی این خونه زبیر توی 7 سال که نیمه دوم حکومت خلیفه بود، اینا نسبت به انحرافات حساس شدن. مثلا همسر پیغمبر که عایشه بود، یه روز موی پیغمبر رو میورد میگفت آی مردم، این هنوز پوسیده نشده، اینو ببینید، سنت پیغمبر پوسید. یه روز کفش مبارک رسول خدا، یه روز عبای مبارک رسول خدا، و جامعه هی التهاب داشت. خلاص از اون طرف اتفاقات عجیب غریب هم میافتاد که در واقع مردم رو تحریک کنه. مثلا همین ابن مسعود که به شهادت رسید، عمار به وصیت ابن مسعود و به تأسی از حضرت زهرا شبانه و مخفیانه، مخصوصا مخفیانه، دفن کرده ابن مسعود و خودش هم نماز خوند. خلیفه صبح اومد دیدن هیچ خبری از جنازه ابن مسعود نیست. یعنی یه شکاف عظیمی خلاصه بین مردم بود. این شکاف عظیم روز به روز بیشتر میشد. چرا؟ چون که این پسر خالا و پسر دایی ها که تو شهرهای مختلف رفته بودن با مردم بدرفتاری میکردن. خب حکومت اینجا باید چیکار کنه؟ باید یه سوپاپی بگذاره اینا اعتراض میکنن آرامشون کنه. اینا که میومدن کوفه مدینه اعتراض کنن، با اینا تند برخورد میشد. اول میگفتن که اینا که چیزی نیست، اینا امور حقیره، بی خود کردید، یا مثلا تهدید میشدن. تو این شرایط خلاصه زمینه برای اعتراض فراهم شد که حالا انشالله فرمشد انشالله یه 7-8 دقیقه دیگه با همین سرعت بریم به امیرالمومنین انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای کاشانی. خیلی